درود و صد درود به نام خدای رنگین کمان و به یاد و نام جاوید نامان راه آزادی. اهورا هستم، امروز سه‌شنبه 19 سپتامبر 2023 در خدمتتون هستیم با بررسی وضعیت بازارهای مالی. یه نگاهی داشته باشیم وضعیت بازارهای مالی، اتفاقاتی که روز گذشته افتاد و در حال افتادنه و چشم اندازی که از امروز داریم. خب دیروز دوشنبه تعطیلی در ژاپن بود و ضمن اینکه یک هفته یک روز خیلی در واقع یه جورای خلوتی رو داشتیم، اونقدر داده خاصی دیروز نداشتیم که بخوایم روش توجه بکنیم و تمرکز کنیم. بیشتر اخباری که بود که همچنان از چین ما داشتیم، مثلا اخبار چینی که بسیار مهم بود و باید بهش توجه می‌کردیم این بود که دو تا از شرکت‌های ساختمانی بزرگ چین اینا تونستن که با کسایی که باید سود و راه قرضه بهشون پرداخت می‌کردن و راه قرضه‌شون رو داشتن، تونستن تا حدی با اونا به توافق برسن و این پرداخت، یعنی پرداخت بدهیشون رو، کریدیتی که باید بگیرن، وامی که باید پرداخت میکردن روی مقدار به تعویق بندازن، وقت بگیرن ازشون. این یه مقدار خبر خوبی بود، ولی خبر نسبتا خوبی بود ولی نتونست در واقع یه جورای نگرانی بازارها رو از وضعیت و صنعت ساختمانی چین دور کنه. همونطور که دیروز هم عرض کردم خدمتتون، صنعت ساختمانی چین بیش از 30% تولید ناخالص داخلی چین رو در اختیار داره و این میتونه یه تاثیر خیلی مهمی رو اقتصاد چین داشته باشه اگر نتونه دولت این رو مدیریت کنه. اما در امریکا هم ما دردسر کم نداشتیم. دیروز یکی دو روزی که شرکت های تولید کنن، کارخونه های در واقع تولید خودرو فورد و یک دو تا دیگه از کارخونه ها، کرایسلر، فورد و یکی دیگه هم هستش، اینا اومدن اعتصاب کردن برای یه سری حقوقی که حالا حقوق و مزایایی که میخوان اضافه کنن در اختیار داشته باشن، که حالا این دردسر از کانادا شروع شد ولی خب بعد امریکا هم گسترش پیدا کرد و در حال حاضر ظاهرا از 5600 نفری که در ابتدا تحسن کرده بودن، این تحسنه الان رسیده به بیش از 11400 تا آخرین اخباری که خوندم و در حال گسترش هم میتونه باشه. چیزم کردن، تاییدم کردن که اگر به خواستهاشون نرسن، میگم کل کارخونه های در واقع تولید کار، در واقع اتحادیه تولید کنندگان خودرو دیگه چیز داده، بیانیه داده که اگر به نتیجه نرسن میتونن که احتمال داره برن به سمت در واقع تحسن عمومی در کل صنعت خودرو در ایالات متحده. اینا بیشتر واقع حالا اخبار جانبی بازارها بود که باید بیشتر توجه بکنیم. اما امروز از نظر تقویم اقتصادی امروز داده خیلی خوبی داریم. یکی از داده‌هایی که مهم امروز باید بیشتر توجه کنیم داده تورم حوزه یورو. امروز ما در حوزه یورو داده‌ای منتظر هستیم که ببینیم که وضعیت تورم به چه صورت میشه، هم تورم هسته و هم تورم عمومی امروز قرار منتشر بشه. پیش بینی میشه که هر دو به میزان 2% افزایش پیدا بکنه که خب اگه این اتفاق بیفته تورم عمومی در 5.3% ثابت میمونه، اما تورم هسته از 5.5% به 5.3% کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون در واقع دلیل اصلی این تورم کنونی قیمت نفت و گاز و کلا قیمت انرژی که در ماهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرد، دوباره بیش از 14% ماه قبل رشد قیمت انرژی و نفت رو داشتیم. بعد در امریکا ما دادای مسکن رو داریم، شاخص پروژه ساخت و سازی که شروع شده و همینطور شاخص در واقع مجوزهای ساختمانی که صادر شده. هم مجوزها هم پروژه‌ای که شروع شده به ساخت و ساز، پیش بینی میشه که یه کاهشی رو داشته باشه، اما یه ضعفی رو در هر دوتای اینها داشته باشیم. حالا فردا ما دادای مسکن در واقع فروش خونه‌های ساخته شده و خونه‌هایی که وجود دارن و که غیر نوساز هستن رو داریم، اون احتمالاً رشد می‌کنه. ولی تو بخش مجوزهای ساختمانی صادر شده و تو بخش پروژه ساختمانی که تازه شروع میشه ما شاهد یه ضعف خواهیم بود. دلیل چیه؟ ببینید، این بحثی که وجود داره اینه که افزایش نرخ بهره باعث شده که الان سود وام‌های بانکی برای بخش مسکن مورگیج ریت بهش میگن این هولوش 7.5% و حتی گاهی وقتا این خود بیشتر شده. افزایش قیمت وام، هزینه وام، باعث میشه که خرید خونه قیمتش بره بالاتر برای کسی که میخواد بخره. باعث میشه از طرفی هم تولید کننده ها که خیلی هاشون با در واقع با خیلی از اینها با سرمایه گذاری بانک ها و با وام بانک ها دارن انجام میشه،
باعث شده که اونها هم هزینه تولیدشون در واقع افزایش پیدا بکنه. این افزایش هزینه تولید باعث میشه که در واقع قیمت مسکن افزایش پیدا بکنه. این یه شوک کوتاه مدت میتونه باعث در وارد کنه و باعث میشه که در کوتاه مدت اتفاقی که میفته این باشه که قیمت ها چون یه دفعه در واقع حفظ میشه، ولی از اون طرف هم شرایط اقتصادی داده اقتصادی دیگه اونقدر زیاد جذاب نیست، جالب نیست. این باعث یه رکود کوتاه مدت میشه در بازار، احتمالاً یه رکود یکی دو ماهه، ولی خب چون هزینه ها بالا رفته باعث نمیشه که قیمت مسکن بیاد پایین و مردم دوباره مجبور میشن با قیمت بالا شروع بکنن به خرید و فروش. ولی رکود احتمالاً یک تا دو ماه در بخش مسکن در ایالات متحده رو شاید خواهیم بود، ولی در اواخر نوامبر و دسامبر دوباره بخش مسکن میتونه رشد کنه. اینا در مورد داده مسکن. امروز داده تورم کانادا رو هم داریم. کانادا هم همینطور پیش بینی میشه که در واقع تو کانادا هم مثل من تورم امریکا اروپا رو یه نکته اشتباه گفتم. تورم کانادا هم تورم عمومی و هم تورم هسته دو دارم دست پاش قابل پیش بینی که افزایش پیدا بکنه. در اروپا من یه نکته اشتباه کردم، اصلاح کنم. پس من یه اصلاح کنم اینطوری. تورم در کانادا هم تورم هسته و هم تورم عمومی قرار میزان 2% افزایش پیدا بکنه. اما تورم در اروپا رو که من 2% دست کردم خدمتتون 6% پیش بینی ها من یه لحظه قاطی کردم. پیش بینی میشه که تورم حوزه یورو 6% تورم عمومی و تورم هسته یعنی بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی و انرژی 0.5% افزایش پیدا بکنه. ولی خب دادهای سالانه‌اش هر که همونطور که گفتم خدمتتون همونطوره، یعنی تورم عمومی رو 5.3% احتمالاً باقی خواهد موند، ولی تورم هسته از 5.5% به 5.3% کاهش پیدا میکنه. یعنی با 6% افزایش تورم عمومی و 0.5% افزایش تورم هسته احتمالاً هم تورم عمومی و هم تورم هسته برای در 5.3% خواهند بود. این از این کانادا هم که گفتم، امریکا هم گفتم. اینو مهمتر و امروز هم که خب دادای اواخر روز هم امریکن پترولیوم اینستیتوت یعنی گزارش هفتگی ذخایر نفتی سازمان اطلاعات انرژی امریکا منتشر میشه که سازمان پترولیوم امریکا منتشر میشه کنم، حتما باید بهش توجه کنید و دقت کنید. مسئله ای که وجود داره اینه که در حال حاضر بازارها توجهشون بیشتر دادای مهم میان در واقع، یعنی در حالت عادی دادا خیلی مهمه و تو بازار خیلی این دادا تاثیر میذارن. اما از اونجایی که فردا ما جلسه بانک مرکزی امریکا داریم، پس فردا جلسه بانک مرکزی انگلیس و پس اون فردا انگلیس و همینطور برزیل رو داریم، باز بعد از اون روز جمعه جلسه بانک مرکزی ژاپن رو جلسه بانک مرکزی ژاپن رو داریم، روز پنجشنبه جلسه بانک مرکزی امروز جلسه بانک یا امروز تو ساعت آینده یا تو امروز که تموم شد در چین نداشه، فردا با جلسه بانک مرکزی چین رو داریم. یعنی این جلسات بانک مرکزی که وجود داره در این یکی دو روز آینده در کشورهای مختلف از طرف دیگه همین دادای اقتصادی که داریم، اینا باعث میشن که توجه‌ها و تمرکزها بیشتر از دادای اقتصادی بره روی جلسات بانک‌های مرکزی. برای همین هم دادای اقتصادی با اینکه دادای خیلی مهمی هستن، ولی تأثیر بیشتر رو این جلسات بانک مرکزی میذارن و به همین دلیل من بازار بیشتر از هر چیزی منتظر به خصوص جلسه فردا بانک مرکزی امریکا رو ببینه که ببینیم که فدرال رزرو چه تصمیمی میگیره. حالا فردا در موردش کامل‌تر صحبت میکنیم. یه خلاصه بگم که بانک مرکزی امریکا پیش بینی غالب اینه که تغییر در نرخ بهره ایجاد نکنه، اما اینکه چه چیزی مهمه و چه چیزی باعث تغییر بازارها خواهد شد در لایو فردا حتما در موردش توضیحات بیشتر رو ارائه خواهیم کرد. خیلی خوب، امیدوارم به دردتون خورده باشه، براتون مثبت و مفید بوده باشه. تا اگه سوال دارید بپرسید، اگر نه وبینار رو فراموش نکنید که روز جمعه صبح ما یه وبینار داریم در رابطه با راه‌های بهبود استراتژی اسکالپینگ. کسایی که ترید اسکالپ میکنن راه‌های بهبود استراتژی اسکالپ رو در موردش صحبت میکنیم که روز جمعه صبح ساعت 11 وقت ایران خواهد بود. لینکش در کلاب هاست بالا پین شده، بچه‌ای که اینستاگرام هستیدم در بایو لینک ثبت نام وبینارها هستش. همینا، امیدوارم که به دردتون خورده باشه، براتون مثبت و مفید بوده باشه. تا فردا که دوباره فرصتی بشه در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون. سوالی هم داشتید زیر همین ویدیو چه در اینستاگرام چه در یوتیوب اگر ببینید قطعا برمیگردم و به سوالاتتون جواب میدم. یا خدا نگهدار.